تاریک خانه بانوی هزار چهره سفره انقلاب قسمت هشتم ارتش سایبری معصوم علی نژاد بخش نخست حلقه اول در پی بسته شدن حساب‌های کاربری تعداد بسیاری از کنشگران ملی‌گرای مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله ارتش سایبری خانم علی نژاد در توییتر فارسی و تهدیدی که وی در دسامبر 2021 علیه کاربران ایرانی طرفدار ترامپ به کار برده بود مطرح شد. مسیح علی نژاد در دسامبر سال 2021 در مصاحبه با سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا کریس کونز ادعا کرد که بسیاری از کاربران ایرانی هوادار ترامپ ترول‌های استخدام شده از سوی جمهوری اسلامی هستند و از شرکت‌های بیگ تک خواست که آنها را سانسور کند. پیشتر در سپتامبر 2019 نیز با راه اندازی پروژه شهروندان دیجیتال علی نژاد این گمان را که با فاند این پروژه در صدد استخدام ارتش سایبری برای سرکوب مخالفانش است تقویت نموده بود. آیا مسیح علی نژاد لشکری سایبری را با بریز و بپاش‌های فاندیش برای مبارزه و حذف منتقدان خود در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در اختیار گرفته است؟ به نظر می‌رسد شبکه‌ای از کاربران با هویت واقعی و یا به صورت ناشناس و با اسامی مستعار در پیرامون علی نژاد هستند که در شرایط گوناگون و به فراخور نیازش از آنها استفاده می کند. گاهی چنان محتوای تولیدی این اکانت ها و یا عملکردشان در حمایت یا حمله به منتقدان وی عجیب است که می توان به آنها لقب جان برکف داد. حمایت کردن از علی نژاد تنها فعالیت این گروه نیست و آنها اقدام به ایجاد روب و وحشت و همچنین تهدید مخالفان او را نیز بر عهده دارند. سینا ایرانی یکی از حامیان علی نژاد در توییتر کاربری ناشناس به نام سینا ایرانی است. او در تاریخ 5 ژوئن سال 2021 در حساب توییتریش خانواده‌های منتقدان علی نژاد را تهدید به شکنجه کرده بود. سینا ایرانی که ادعا می‌کند ساکن ایران است، بارها به مناسبت‌های مختلف و برنامه خبری صدای آمریکا دعوت شده است. او با تمام محدودیت‌های نظارتی و امنیتی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی بر روی شهروندان ایرانی از جمله ممنوعیت مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای به راحتی در تاریخ‌های 10، 18 و 25 فوریه سال 2021 و در فاصله 15 روز 3 بار در بخش فارسی صدای آمریکا حاضر شده بود و تصاویر مصاحبه خود را در حساب توییتریش به اشتراک گذاشت. او مدام توسط علی نژاد ریتوییت می‌شود و حتی توییت‌هایش در برنامه تبلت صدای آمریکا که اجرای آن بر عهده خود علی نژاد است به نمایش گذاشته می‌شود. سامر رجبی و علی ابراهیم زاده ارتش علی نژاد در فضای مجازی فقط شامل کاربران ناشناس نمی‌شود، بلکه او گروهی از چهره‌های حقیقی که برای دیده شدن دست به هر اقدامی می‌زنند را نیز گرد خود جمع کرده است. یکی از این چهره‌ها احسان رجبی، ملقب به سام رجبی، عضو سابق تیم جودو جمهوری اسلامی است که به دلیل اثبات دوپینگ از این تیم اخراج شد. سام رجبی در فضای مجازی جزو حامیان سفت و سخت علی نژاد به شمار می‌رود و در گرد همایی‌های ایرانیان در ایالات متحده مانند یک محافظ شخصی کنار او حضور داشت. او در سال 2019 به مقام قهرمانی مسابقات نوگی از سری مسابقات جهانی جوجیتسو رسید و هنگام دریافت مدال طلا پرچم ملی شیر و خورشید را در دست گرفت. سام رجبی در تاریخ 25 ماه می سال 2020 با انتشار پست اینستاگرامی از تصاویر جداگانه خود و منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری از جانباختگان آبان 98 با پرچم ملی ایران عنوان کرد که این پرچم را فارغ از جناح‌ها و دیدگاه‌های سیاسی و متعلق به تاریخ 2500 ساله ایران می‌داند. اما پس از نزدیک شدن به علی نژاد نه تنها نظر خود نسبت به پرچم ملی ایران را تغییر داد، بلکه 22 ژوئن سال 2022 در حساب توییتری خود اقدام به برگزاری نظرسنجی در مورد پرچم ملی ایران کرد.
سامر رجبی در کارزار اتحاد برای نوید که پس از اعدام نوید افکاری، کشتیگیر و شهروند معترض توسط معصومه علی نژاد تأسیس شد، در دو لایو اینستاگرامی جداگانه در تاریخ اول و 20 نوامبر سال 2020 به عنوان یکی از اعضای این کارزار معرفی شد. سامر رجبی نیز به مانند سایر یاران و حامیان علی نژاد در برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا حضور دارد و همچنین از موهبت نمایش توییت‌هایش در برنامه تبلت علی نژاد در صدای آمریکا بهره‌مند است. چهره دیگری که در کنار سامر رجبی به حمایت از علی نژاد در فضای مجازی می‌پردازد، فردی به نام علی ابراهیم‌زاده است. علی ابراهیم‌زاده که شغل خود را ساختن کمد و کابینت عنوان کرده است و در توییتر فارسی به کمد ساز شهرت دارد، با کارزاری تحت عنوان زندگی نرمال تلاش کرد در میان فعالان سیاسی جایگاهی برای خود دست و پا کند. او از هر فرصتی برای ابراز ارادت به علی نژاد استفاده می نماید. فعالیت سیاسی علی ابراهیم زاده همواره با توهین آشکارا به خاندان پهلوی، هویت ملی و نمادهای ایران توأم با حمایت‌های بیچون و چرا از معصومه علی نژاد همراه بوده است. توییتر چندی پیش حساب کاربری او را به دلیل انتشار محتوای نامناسب مسدود کرد. جالب اینجاست که با آغاز موج جدید مسدود شدن اکانت‌های پادشاهی خواهان در توییتر که بسیاری ریپورت‌های لشکر مسیح علی نژاد علیه کنشگران پادشاهی خواه را یکی از عوامل آن می‌دانند، محدودیت از اکانت ابراهیم زاده برداشته شد. او در تاریخ 9 ژانویه سال 2022 در یک خبر جعلی مسیح علی نژاد را کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرد، در حالی که علی نژاد هیچگاه در فهرست کاندیداهای جایزه صلح نوبل قرار نگرفته است. او نیز همانند دوستش سامر رجبی از مواهب حمایت بیچون و چرا از علی نژاد برخوردار شد. کارزار زندگی نرمال او بارها مورد حمایت علی نژاد قرار گرفت. علی نژاد در تاریخ 13 مارچ 2021 همه مخالفان و منتقدان کارزار زندگی نرمال علی ابراهیم زاده را لابیست های جمهوری اسلامی خواند. ابراهیم زاده در تاریخ 14 ماه ژوئن سال 2021 مقابل دوربین صدای آمریکا قرار گرفت تا از طریق رسانه‌ای که بودجه آن از طریق مالیات شهروندان آمریکایی تأمین می شود، اعتبار کسب نماید و مشهور شود. کارشناس قلابی. یکی از اکانت‌های باندی علی نژاد کاربری با نام بابک تقوایی است. بابک تقوایی در ماجرای شلیک عمدی موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی پرواز 752 به دفعات با عنوان پژوهشگر امور دفاعی در نقش کارشناس شبکه بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال حاضر شد و یادداشت‌هایش در وبسایت این دو شبکه فارسی زبان قرار گرفت. او در توییتی که بعداً آن را پاک کرد، مدعی شده بود به عنوان کارشناس نشانه‌ای مبنی بر ساقط شدن عمدی هواپیما ندیده است. یکی از یادداشت‌های او در شبکه ایران اینترنشنال با واکنش اعتراضی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روبرو شد، تا آنجا که آنها با انتشار جوابیه‌ای به ایران اینترنشنال بخشی از فرضیه‌ها و تحلیل‌های او را رد کردند. پس از این جوابیه، یادداشت بابک تقوایی از وبسایت شبکه ایران اینترنشنال حذف شد. بابک تقوایی اقدام به تهدید یکی از منتقدان علی نژاد کرده بود که وی اکنون با حکم 11 سال حبس در زندان اوین به سر می‌برد. شکیلا منفرد، زندانی سیاسی پادشاهی خواه که در حال گذراندن دوران محکومیت خود می‌باشد، در تاریخ 23 ماه می سال 2020 در حساب توییتری خود نوشت: بابک تقوایی من را تهدید کرد که اگر به افشاگری در مورد ایشان، هواپیمای اوکراینی و خواهران شجری زاده ادامه بدهم، من را توسط نهادی که برایش کار می‌کند به زندان می‌اندازد. او گفت قدرتش را دارم که وقتی خوابی با اسلحه بیایم بالای سرت و زندگیت را بگیرم. بابک تقوایی کیست؟ بابک تقوایی در تاریخ 27 اپریل سال 2020 در یکی از حساب‌های توییتریش مدعی شد این زندانی سیاسی به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشغول است و قصد تخریب وی و مسیح علی نژاد را دارد و همچنین این وزارتخانه قصد ارسال شکیلا منفرد را به انگلستان از طریق ترکیه دارد.
ادعایی که دروغ بودن آن با بازداشت و زندانی شدن شکیلا منفرد اثبات شد. بابک تقوایی در ارتش علی نژاد چه جایگاهی دارد که منتقدان وی را با ارسال پیام‌های خصوصی تهدید می‌کند و به آنها اولتیماتوم می‌دهد که توییت‌هایشان علیه علی نژاد را حذف کنند. سمانه رمضان پناه. لقب جان بر کف به درستی سزاوار سمانه رمضان پناه است. او مانند یک سرباز برای علی نژاد شمشیر می‌زند و همیشه در دفاع از علی نژاد در حال حمله به منتقدان اوست. حساب توییتری او مملو از توییت هایی در ابراز ارادت و علاقه به علی نژاد است. او همچون یک سرباز وفادار به دشمنان علی نژاد و چهره های ملی‌گرا در فضای مجازی حمله می کند و برای این رفتار خود هیچ خط قرمزی ندارد. سمانه رمضان پناه در تاریخ 15 اکتبر سال 2022 در توییتی با حمله به شاهین مقدم که همسر و فرزند خود را در ماجرای شلیک عمدی موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی پرواز 752 از دست داده است، وی را یک سایبری عامل رژیم خواند. حمایت علی نژاد و بازنشر توییت‌های سمانه رمضان پناه که حتی حاوی الفاظ رکیک هستند، یکی از نکات جالب حمایت دوسویه مسیح علی نژاد از حامیان این چنینی است. شراگیم زند. شراگیم زند طنزنویس و بلاگری است که تقریبا در تمام رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، از ایران وایر گرفته تا ایران اینترنشنال و ایندیپندنت فارسی فعالیت می‌کند. او یک پناهجوی سیاسی در کشور ترکیه بود که اخیراً به استرالیا منتقل شده است. یکی از نکات قابل توجه در مورد شراگیم منطقیان که خود را زند می‌خواند، رأی او به روحانی در دوران پناهجویی‌اش در ترکیه است. وی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1396 در سفارت جمهوری اسلامی حاضر شد و به یکی از امنیتی ترین چهره های جمهوری اسلامی یعنی حسن روحانی رأی داد. شراگیم زند یکی از حامیان علی نژاد است که منتقدان او را سایبری و امنیتی خطاب می کند. چه ارتباطی میان فعالیت شراگیم زند در رسانه های فارسی زبان و حمایت های بیچون و چرای وی از علی نژاد وجود دارد؟ اقدس خانوم، شربلا و مونیتر. ارتش علی نژاد با حضور مداوم در کمپین‌های مجازی او، اقدام به تشکیل یک مافیای پنهان در فضای مجازی به خصوص توییتر کردند و همزمان از رانت نفوذ علی نژاد در رسانه‌ها نیز بهره می‌برند. مهیا استوار با نام توییتری اقدس خانوم، شهرزاد چنگلوایی با نام توییتری شربلا و محسن سرداری با نام کاربری مونیتر از حامیان علی نژاد در توییتر و مبلغ کمپین های مجازی او هستند. جالب توجه اینجاست که هر جا سخن از ارتش علی نژاد به میان می آید، انگشتان جوهری برای رأی به حسن روحانی و اصلاح طلبان مشاهده می شود. شهرزاد چنگلوایی از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1396 بوده است. علی نژاد در اواخر سال 2021 کمپینی تحت عنوان بگذارید حرف بزنید یا لتاستات راه اندازی کرد تا کاربران از تاثیر حجاب اجباری بر زندگی خود بنویسند. ولی نکته جالب اینجاست که در تمام رسانه‌های فارسی زبان از صدای آمریکا گرفته تا ایران اینترنشنال، فقط توییت‌های حامیان همیشگی علی نژاد نشان داده می‌شد تا به صورت غیر مستقیم اکانت‌های این کاربران تبلیغ شوند. اکانت هایی که بازوهای علی نژاد در حمله به منتقدانش در فضای مجازی هستند. اقدس خانوم، شربلا و مونیتر در 11 ماه جولای سال 2022 با شرکت در برنامه تیتر اول تلویزیون ایران اینترنشنال پاداش معنوی حمایت از کارزار حجاب بی حجاب علی نژاد را دریافت کردند تا چرخه تبلیغ ارتش علی نژاد و حمایت از وی با سرعت بیشتری بچرخد. ارتش مجازی علی نژاد به این اسامی ختم نمی شوند. کاربرانی با بیش از 100,000 مخاطب. یکی دیگر از حامیان وی کاربری با نام ساشتی است. او در تاریخ 23 دسامبر سال 2021 در واکنش به ترول خواندن حامیان ایرانی پرزیدنت ترامپ و دعوت کردن شرکت‌های فناوری به حذف آنها توسط علی نژاد در توییتی توجیهگرانه منتقدان این جملات علی نژاد را کم‌هوش خطاب کرد
و از عدم پاسخگویی علی نژاد به منتقدانش ابراز خوشحالی کرد. ایتیکیو رو دوست دارم، علی ابراهیم‌زاده رو دوست دارم، سام رجبی رو دوست دارم، آشور رو دوست دارم، اون شاسی ساشی که تو توییتر دوست دارم، برای اینکه وقتی فوش میدین میبینم وقتی که خودم کم میارم نمیتونم فوش بدم، شما جای من فوش میدین. در این میان اکانت‌های مستعار باندی و مشکوک بسیاری وجود دارند که در اپیزودی جداگانه به آنها خواهیم پرداخت. ظاهراً علی نژاد ارتشی از افراد که بیشتر آنها سابقه حمایت یا همکاری با اصلاح طلبان را دارند گرد خود جمع کرده است تا کارزارهای او را ترویج کنند و به مخالفانش حمله نمایند. پشت صحنه این ارتش مجازی چه جریانی در حال شکل گیری است؟